خداوند متعال انبیا را فرستاده ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن یکفر بالطاغوت هر کس اول کفر به طاغوت بورزه بعد ایمان به خدا بیاره، یعنی کل عبادت ها برای سایر مخلوقات رو نفی بکنه، نفی سایر عبادت ها از دیگران نفی بکنه، کفر بورزه و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، حالا فقد استمسک بالعروه الوثقه. که ائمه دو تا نظر دارن که روی این اتفاقه. خلاصه این مطلب اینه که ما وظیفه داریم چه بکنیم؟ کفر به طاغوت بوردیم. اینجاست که کفر به طاغوت از علائم چیه؟ توحیده. و گفتیم علما رو دو نظر دارن، فقط استمسک بالعروه الوثقه، بعضی میگن لا اله الا الله، بعضی میگن اسلامه، که هر دو فرق نمیکنن. یعنی هر کس کفر به طاغوت بورزه و بعد از کفر به طاغوت ایمان به خدا بیاره، حالا لا اله وارد لا اله الا الله شده، حالا وارد اسلام شده. اگر عبادت تنها عبادت برای فقط عبادت بکنه برای خدا، کفر به طاغوت نورزه، وارد اسلام نشده اصلا، ایمانش درست نیست و ایمانی نیست که اینو نجات بده از عذاب جهنم. کفر به طاغوت از لازمه ایمانه. حالا کفر به طاغوت، طاغوت حالا چیه پس؟ حالا باید بشناسیم دیگه. لا اله الا الله نفی کفر به طاغوت، الا الله اثبات خداست. خدا هم میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی رسولی را فرستادیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا را بپرستید و چه بکنید؟ از طاغوت پرهیز بکنید. حالا طاغوت چیه؟ و اجتناب کفر به طاغوت یعنی چی اصلا؟ طاغوت کل ما یعبد من دون الله و هو راض ان کان له الاراده، هر چیزی که از غیر خدا پرستیده بشه و راضی باشه خودش، اون میشه طاغوت. اگر اراده داره، اگر اراده نداشتم مثل بت‌ها، ما در حدیث داریم که پیامبر به بت‌ها هم میگفت چی؟ طاغوت. به بت‌ها هم طاغوت میگفت، بت‌ها که اراده ندارن که رضایت دارشون مطرح باشه. اما ما داشتیم اهل کتاب مسیحی ها حضرت عیسی رو میپرستیدند، ولی حضرت عیسی خودش طاغوت نیست که، اگرچه مورد پرستش قرار میگرفت، خودش طاغوت نیست چون خودش راضی نبود. خدا هم نقل میکنه دیگه، ازش اعلام براءت میکنه روز قیامت از افعال نصارا. پس کل ما یعبد من دون الله هو طاغوت. حالا طاغوت میتونه یک انسان باشه که امر و نهی بکنه برای بندگان، احکام خدا رو انجام بده، احکام عبادت رو انجام بده. مثلا بیاد بگه که من مستقل از خدا میتوانم امر و نهی بکنم، مستقل از خدا میتوانم امر و نهی بکنم. اینا انواع طاغوتایی که میتونه وجود داشته باشه. یه موقع شاید طاغوت فرهنگ باشه، یا یه موقع طاغوت شاید ملیت باشه، ملیت به ما امر و نهی بکنه. یه موقع طاغوت شاید گفتیم تفکر باشه، یک نظریه باشه که به عنوان طاغوت مطرح باشه. اینها میتونه انواع طاغوتا باشه. ملیت هم گفتیم، ناسیونالیسمی میتونه یکی از ملیت چی باشه؟ طاغوت باشه. یا مثلا انسان پرستی، ما مرده پرستی داریم و زنده پرستی. زنده پرستی هم چیه؟ بازم یه نوع طاغوته، فرق نمیکنه. در نمادهای دیگه شکل میگیره. امینیسم یک نوع چیه؟ طاغوته. اگزیستانسیالیسم یک نوع طاغوت میتونه باشه. انسان محوری، که محور فقط انسان باشه به این معنا که فقط محور انسانه در همه چیز، در کل اشیاء، اگر به این معناست اگزیستانسیالیسم، میشه یک طاغوت. و وظیفه مؤمنین کفر به طاغوت میشه، وظیفه ایمانی. حالا این چند تا مثالی از خود طاغوت بود، اما کفر به طاغوت چطوریه؟ ما کفر قلبی داریم، کفر قولی داریم و کفر عملی داریم. کفر قولی چطوریه؟ اعلامه.
خداوند متعال میفرماید قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بعدا لقد كان لكم في إبراهيم أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعد بازهم ميجي زمانك إبراهيم إعلام براءت ميكون إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بعد میگه الا الذي فطرني، در نهایت خداوند متعال میگه و جعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. و این امر سخن ابراهیم را ما به عنوان یک قولی خالد و جاودانه برای نسل های آینده قرار دادیم. و جعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون، که شاید انسان ها به خود بازگردند و این جملات رو بفهمند و به ابراهیم اقتدا بکنند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ایها الکافرون، با قول اعلام بکنیم شما کافرید. اعلام قولی، تنها قلبی هم لازم نیست، تنها قلبی کافی نیست، قولی. در چی معمول خودمون هم به همین صورته. کسی اگر از خانوادهش ناراحته فرار میکنه از خونه میره، ولی خب معلوم نیست به خاطر چی میره. اگر انسان زرنگیه اعلام بکنه من به خاطر این از شما رفتم، مشکل شما اینه و من به خاطر این رفتم، اعلام بکنه. اعلامش یک نوع دعوت هم هست، اعلامش یک نوع دعوت هم هست، به عنوان یک دعوت برای بندگان خدا که مشخص بشه که چرا با اینها مخالفید، چرا با پدر و مادر و خانوادت مخالفی، مثلا به این دلیل من مخالفم. اعلامش صراحتا بگه، شفاف باشه، تقیه هم مطرح نیست. این قولیه. بعد قلبی چطور؟ ما وظیفه داریم. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء. عداوت و دشمنی با طاغوت یک امر قلبیه که هر کس اگر نداشته باشه کفر به طاغوت نداره. عداوت و بغض طاغوت اگر کسی نداشت، طاغوت رو شناخت و بغض به اینها رو نداشت، مسلمان نیست، اگرچه نماز و روزه را هم بخواند، اگرچه نماز و روزه و نمیدونم حج اینها هم انجام بده، اگرچه دعوتگرم باشه، چون مسئله توحید و شرک مطرحه. خدا به انبیا میشماره کلن، نوح و موسی و عیسی و اینها همش به ترتیب میشماره. بعد میگه ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اینها انبیا، ما اعمالشون رو برباد میدیم اگر اینها توحید در توحیدشون مشکل باشه. خطاب به پیامبر میکنه، میگه لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. ای محمد خیال نکن تو پیامبری، من نماز تهجد میخونم، من پیامبر خدا هستم. نخیر، اگر تو لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، اعمالت همش برباد میره و میره جهنم. خطاب به اشرف مخلوقات میکنه. مسئله توحید نه یک مسئله شوخی و مسخره است که. پس کسی که بغض نداشته باشه، چی؟ کفر به طاغوتش کامل درست نیست. و وقتی کفر به طاغوت درست نشد، انسان لا اله الا الله و توحیدش درست نیست، وقتی توحیدش درست نشد در اسلام وارد نیست، اصلا مشکل فنی داره. و در عمل تا جایی که میتونه باید مبارزه بکنه. مبارزه با طاغوت هم از واجباته. تنها گفتن و در قلب خودت داشتن هم کافی نیست، عملا هم باید باشه. در تعریفی که اهل سنت از ایمان داره میگه که ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. ایمان چیه؟ قول اقرار باللسان، در زبان باید چه بکنه؟ اعلام توحید بکنه. و بعد در قلبش هم تصدیق بکنه و در عملش هم انجام بده. وقتی اینها رو انجام داد، حالا وارد اسلام شده. کفرم به همین صورته، کفر قولی عملی
و قلبی داریم که خداوند جهاد رو فرض میکنه. کسانی که میتوانند باید با طاغوت جهاد بکنند و کفر به طاغوت درسته که به عنوان یک اصل توحیدی، به عنوان یک اصل دعوی و برای نجات بشریت هست، برای آزادی انسان هاست، برای اینکه انسان ها چی بکنن؟ آزاد بشن. این به صورت مختصر راجع به خود لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی کفر به طاغوت، لا اله یعنی کفر به طاغوت ها. کل طواغیت عالم رو باید چه بکنه؟ نفی بکنه. و الا الله خدا را اثبات بکنه. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. خدا میگه هر نبی را که ما فرستادیم چه بوده؟ این را بهش گفت.